به نام خدا. سلام، به اپیزود 60 از سلفی کست خوش اومدید. در این اپیزود میخوایم قسمت دوم کتاب قوانین طبیعت انسان رابرت گرین رو با همدیگه بررسی بکنیم. در این اپیزود قراره از خودشیفتگی به همدلی برسیم. رابرت گرین معتقده که همه ما میتونیم با ابزاری به اسم همدلی قدرت اجتماعی بالایی رو به دست بیاریم، چون همدلی باعث میشه ما بتونیم حالات و افکار دیگران رو بهتر درک بکنیم و رفتارشون رو پیش بینی بکنیم و مقاومتشون در برابر خواسته هایی که ازشون داریم رو کم بکنیم. پس همدلی یک ابزار عالی برای هم است، اما یک مانع بزرگ در راه همدلی وجود داره و اون خودشیفتگیه. ما باید یاد بگیریم خودشیفتگیمون رو تنظیم و کنترل بکنیم و متوجه خودشیفته هایی که اطرافمون هستن باشیم تا به دام اونها نیفتیم. ما انسان ها به عنوان موجوداتی اجتماعی نیاز به توجه دیگران داریم و بقا و شادیمون وابسته به رابطه ایه که با دیگران برقرار می کنیم. البته اپیزود 4 سلفیکست که درباره خود ساختگی بود رو حتما اگر ندیدید ببینید تا با ذهنیت بهتری ادامه این مطالب رو دنبال بکنید. آی گرین میگه ما از طریق توجهی که از دیگران میگیریم احساس هویت میکنیم و عزت نفس ما هم به همین موضوع بستگی داره و انگیزه اصلی ما در هر کاری همین جلب توجه هستش. اما از اونجایی که ما به دلایل مختلف نمیتونیم همیشه توجه دائمی دیگران رو داشته باشیم، به یک خود پناه میبریم. خودی که افکار و عقاید به خصوصی داره و سعی میکنیم ویژگی‌های مثبتش رو بیشتر ببینیم و نقصاش رو در نظر نگیریم یا فرافکنی بکنیم. این کار باعث میشه ما مقداری از واقعیت فاصله بگیریم که این خوب نیست. اما اگر تعادلمون رو توی این کار حفظ بکنیم، این تصوری که از خودمون داریم مثل یک ترموستات عمل میکنه و باعث میشه که ما به اندازه لازم نیاز به توجه دیگران داشته باشیم و به اندازه لازم روی خودمون حساب بکنیم. پس ما باید بین توجه دیگران و خود یا همدلی و خودشیفتگی توازن ایجاد بکنیم. خودشیفتگی یه طیفی داره که هر دسته از خودشیفته ها یه سری علائم رفتاری دارن. اگر میخواید بدونید خودشیفته هستید یا نه، ادامه مطلب رو با دقت توجه کنید. خودشیفته ها با یک توهین کوچیک خیلی به هم میریزن و درونن آشفته میشن و واکنش های خشمگینانه از خودشون نشون میدن. دنبال انتقام گیرین و حق و همیشه به خودشون میدن. همیشه همه چیز رو به خودشون میگیرن. این افراد معمولاً سعی میکنن اعتماد به نفس عجیبی از خودشون نشون بدن که معمولاً باعث جلب توجه دیگران میشه. اما این اعتماد به نفس همیشه در معرض خطره. افراد عمیقاً خودشیفته دیگران رو مثل ابزار میبینن و فکر میکنن مالک دیگرانن و میخوان اونا رو مثل دست و پای خودشون کنترل بکنن. بهشون میگن خود ابژه. وقتی وارد رابطه با دیگران میشن، سعی میکنن اطرافیان اون فرد رو ازش دور کنن تا فقط مال خودشون باشه. ما باید سعی بکنیم از این افراد دوری بکنیم، چون رابطه با اونها باعث میشه آسیبهایی رو ببینیم. خطرناکترین نوع افراد خودشیفته عمیق، خودشیفته رهبره. همه رهبرانی که در تاریخ به دیکتاتور بودن و ظالم بودن مطرح شدن جزء این دستن، مثل هیتلر و امثال هم. اعتماد به نفس کاذب و بلند همتی دو خصوصیت مهم این افراده و معمولاً میتونن افراد زیادی رو پیرو به خودشون بکنن، یعنی استاد بهره برداری از دیگرانن. دائم دوست دارن قدرتشون رو به نمایش بگذارن و کسی مخالفت بکنه باهاشون سری واکنش نشون میدن. مشکل افراد خودشیفته عمیق اینه که یک خود منسجم ندارن، یعنی تصویر واضحی از خودشون ندارن که بخوان دوستش داشته باشن و بهش تکیه بکنن و تعادل بین خودشیفتگی و همدلی رو ایجاد بکنن. اما خودشیفته‌های با عملکرد بالا که اکثر ماها جزو این دسته هستیم، یک خود منسجم و یک پارچه‌ای داریم که دوستش داریم و بهش میتونیم تکیه بکنیم. به خاطر همین نیاز دائمی به توجه دیگران نداریم و کمتر حالت افسردگی داریم. ما میتونیم توجهمون رو وقتی حالت افسردگی یا زخم خوردگی داریم به بیرون از خودمون ببریم و روی روابطمون یا کارمون متمرکز بشیم. به هر حال ما تعادل و سازگاری خودمون رو تنظیم میکنیم. پس ما اولا باید حواسمون به افراد خودشیفته عمیق باشه که بهمون آسیب نزنن. دوم این که بپذیریم هممون به نوعی خودشیفته هستیم و باید تلاش کنیم که تعادل بین دوست داشتن خود و دوست داشتن دیگران و همدلی رو ایجاد بکنیم.
و سوم این که ما باید سعی بکنیم خودشیفته سالم باشیم، یعنی سریعاً بعد از هر مشکلی به حالت عادی برگردیم و کمتر نیاز به تایید و توجه دیگران داشته باشیم و خود واقعیمون رو بپذیریم، دوست داشته باشیم و در کنارش بتونیم روی کارمون متمرکز بشیم و در ارتباط با دیگران از طریق همدلی درک مناسبی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که میتونه آسیب جدی به ما بزنه و ما رو در خودشیفتگی عمیقی فرو ببره اینترنت هستش، چون میزان همدلی ما با استفاده از اینترنت کمتر میشه. پس در استفاده از اینترنت حسابی حواستون جمع باشه. ما در اپیزود 26 در مورد خطرات اینترنت صحبت کرده بودیم که پیشنهاد میدم یک بار دیگه به اون اپیزود مراجعه بکنید. خب حالا ما چطور میتونیم مهارت همدلی رو در خودمون تقویت بکنیم؟ اولین مورد نگرش همدلان است، یعنی روشی که شما به دور از دستبندی‌ها و قضاوت‌های معمول به دیگران نگاه می‌کنید و سعی می‌کنید که نقاب دیگران رو با واقعیتشون اشتباه نگیرید. واقعیت هر فرد سرزمین ناشناخته‌ایه که روانشناسی خاص خودش رو می‌خواد، نه قالب‌ها و دستبندی‌های شناخته شده عمومی. برای اینکه این نگرش رو داشته باشید، سعی کنید به جای اظهار عقیده کردن، نظرات دیگران رو گوش بکنید و دیگران رو مثل خودتون در نظر بگیرید. یعنی اگر جایی اشتباه کردید و عاملش رو غیر از خودتون می‌دونید، برای دیگران هم مثل خودتون قائل به همین موضوع باشید. در نهایت باید بدونیم که همه ما مثل همدیگه اشتباهات و نقاط ضعفی داریم که باید بپذیریمشون و خودمون رو دوست داشته باشیم با وجود همه این اشتباهات و نقاط ضعف. دومین مورد همدلی غریزیه. ما بیشتر از این که بتونیم افکار دیگران رو بخونیم، حالاتشون رو میتونیم تشخیص بدیم. از طریق زبان بدن و لحن و صداشون متوجه این چیزا میشیم و از طرفی با نورون‌های آینه‌ای مغزمون میتونیم از طریق تکرار و تقلید احساسات دیگران رو تحت تأثیر قرار بدیم. ممکنه در موقعیتی شما مثل مخاطبتون حالات دست یا پاتون رو تنظیم بکنید که بهش میگن اثر آفتاب پرست و باعث افزایش همدلی بشید و از همین طریق میتونید بر احساسات دیگران تأثیر بگذارید. سومین مورد همدلی تحلیلیه. این نوع همدلی از طریق اطلاعاتیه که شما از مخاطبتون دارید. این نوع همدلی مکمل همدلی غریزی هستش و کمک میکنه تا شما همدلی رو به شکل بهتری با دیگران ایجاد بکنید. تفاوت‌های زیاد انسان‌ها با همدیگه باعث میشه که ما نتونیم فقط به همدلی غریزی و حالت فیزیکی افراد توجه کنیم. پس نیازه که اطلاعات هم داشته باشیم و با تحلیل اطلاعات بتونیم همدلی رو تکمیل بکنیم. چهارمین مورد گذر زمان در مهارت همدلیه. همدلی مهارتیه که برای تقویتش نیاز به گذر زمان داره و شما باید از دیگران بازخورد بگیرید تا بفهمید که چقدر مهارت دارید. بازخورد رو میشه مستقیم گرفت، یعنی بری بپرسی که آیا برداشتت نسبت به دیگری درست بوده یا نه. و بازخورد غیر مستقیم هم از طریق توجه به حالات دیگرانه که هر چقدر تمرین بیشتری داشته باشید و آدمهای متفاوت بیشتری رو ببینید مهارتتون بیشتر میشه. آقای گیرین در ادامه 4 نمونه از تیپ‌های خودشیفته رو مثال میزنه. نمونه اول خودشیفته کاملا کنترلگر جوزف استالین نخست وزیر اتحاد شورویه. استالین وزراش رو تعقیب میکرد که در ارتباطاتشون از لفظ تو استفاده کنن. برای افسران زیر دستش قابل دسترسی بود و چنان به حرفای مخاطبینش گوش میداد که در اونها احساس مهم بودن ایجاد میکرد. در پایان هر جلسه ای مهمانانش رو با صحبت بدرقه میکرد و همینها باعث میشد که هر کی دوباره بخواد با اون ارتباط برقرار بکنه. عاشق گفتن لطیفه بود. با این خصوصیات جای تعجب نبود که اون بتونه به قدرت دست پیدا کنه. اما قدرت بعد دیگر شخصیتش رو آشکار کرد. کیروف یکی از دوستان استالین بود که به دلایلی محبوبیت زیادی پیدا کرد و بهش پیشنهاد شد که جای استالین رو بگیره، ولی اون به استالین وفادارمون و اونایی که بهش پیشنهاد داده بودن رو لو داد و استالین هم ازش تشکر کرد. اما وقتی فهمید مردم کسی رو بیشتر از اون دوست دارن، دیگه با دوستش مثل سابق صمیمی نشد و از اونجا معلوم شد که استالین یک خودشیفته عمیقه و طاقت نداره ببینه کسی محبوب‌تر از اونه و دیگران توجه بیشتر
بیشتری بهش دارن. تمام تلاش اینجور افراد برای کنترل دیگران از طریق خصوصیات خودشونه که معمولاً با یک اعتماد به نفس کاذب باعث میشه تأثیر زیادی رو روی دیگران داشته باشن. البته پشتکار و اشتیاقی که دارن هم باید به این خصوصیات اضافه کنید. اگه خوب دقت کنید و گول ظاهر برخوردهای صمیمانه‌شون رو نخورید، میتونید سردی احساساتشون رو نسبت به خودتون متوجه بشید و ریشه تمام این رفتارها در کودکی اونهاست. استالین پدری داشت که به طرز وحشتناکی پتکش میزد و مادر سرد و بیروحی داشت. در مواجهه با این شخصیت‌ها فاصله خودتون رو حفظ بکنید تا آسیب نبینید. نمونه دوم خودشیفته نمایشی قدیسه‌ای به نام جین دوبلسیل هستش. او در یک صومعه بود و به خاطر خودخواهی‌هاش دشمنای زیادی پیدا کرده بود و تصمیم گرفت که به صومعه دیگه‌ای بره. اونجا خیلی تلاش کرد و مسئول اون صومعه متوجه تغییرات چشمگیر جین شد. خوش رفتار شده بود و به همه راهبه‌ها کمک می‌کرد. مطالعات عرفانی داشت و راجع به این مطالب با همه راهبه‌ها بحث و گفتگو داشت. در طول چند ماه تبدیل به یک کارشناس عرفانی شد. ساعت‌های طولانی عبادت و مراقبه می‌کرد و با خدا ارتباط می‌گرفت. مسئول اون صومعه داشت به جای دیگه‌ای منتقل می‌شد و جین رو به عنوان جانشینش معرفی کرد. جین از یک کشیش محلی به اسم گرندیل می‌خواد که مدیر صومعه بشه، اما اون محترمانه درخواستش رو رد کرده بود. بعد از اون جین خوابی رو برای دیگران تعریف می‌کنه که در اون گرندیل بهش تجاوز کرده و بعد از گذشت مدتی چند نفر دیگه همون خواب رو می‌بینن و تصمیم می‌گیرن با کمک جنگیرها گرندیل رو از بین ببرن و به مردم باوروندن که گرندیل از طریق شیاطین به راهبه ها تجاوز کرده. بر پایه این شواهد گرندیر به مرگ محکوم شد. بعد از این ماجرا همه راهبه ها از شیاطین پاک شدند، به جز جین. جین میدونست که این ماجرا زاییده افکارش هست و حقیقت نداشته. یسوعیون از این مشکل باخبر شدن و تصمیم گرفتن از طریق پدر اورسولین اونو تطهیر کنن و موفق هم شدن. با ریاضت‌هایی که کشید شیاطین ازش دور شدن تا اینکه یک معجزه رخ داد. نام یوزف کف دستش پدیدار شد. بعدش هم نام عیسی و مریم و نام‌های دیگه‌ای که نشون از احترام خداوند به تلاشش بود. اورسولین ازش خواست تا به اروپا سفر کنه و این اتفاق رو برای همه تعریف کنه. ریشه این اتفاقات در این بود که جین آتش دیده شدن داشت. برای همین میخواست از دیگر راهبه‌ها پیشی بگیره و کارهایی کرد که به شهرتی برسه که شدیداً بهش نیاز داشت. اما وقتی رئیس صومعه شد، اون میزان توجه براش کافی نبود. برای همین از دروغ و تلقین استفاده کرد و خوابهای گرندیر رو برای دیگران تعریف کرد. با کمک جنگیرها گرندیر رو و بعدش هم با نوشتن اسامی کف دستش پدر اورسولین رو متقاعد کرد که معجزه رخ داده و همه اینها ریشه در آتش شهرت او داشت و خودش اعتراف کرده بود که شخصیتی نمایشی داره. اینجور شخصیت ها همیشه میخوان ثابت کنند که نفر اولن، چه در خوبی چه در فساد. اگر میخواین تشخیصشون بدین، بدونین که همیشه تمرکزشون روی خودشونه. سومین نمونه زوج خودشیفته است. تولستوی نویسنده مشهور جهان وقتی میخواست با سونیا ازدواج کنه، تصمیم گرفت هیچ چیزی بین اونها پنهان نباشه. برای همین دفترچه یادداشتش رو داد سونیا بخونه. سونیا همونطور که اونها رو میخون، گریه میکرد و عصبانی بود. روابط نامشروع و قمارها سونیا رو متنفر میکرد. سونیا به تولستوی گفت نمیتونه عشقش واقعی باشه و فکرش جای دیگه مشغوله. اما تولستوی گفت به خاطر عشق اونه که از همه اون کارها گذشته و میخواد زندگی جدیدی رو با سونیا شروع بکنه. بالاخره با هم ازدواج کردن و در کنار درگیری‌های لفظی زندگی خوبی داشتن. تولستوی جنگ و صلح و آنا کارنینا رو با دستیاری همسرش نوشت و 8 فرزند هم به دنیا آوردن که 5 تاشون زنده موندن. درآمد خوبی هم داشتن، اما ناگهان در 50 سالگی تولستوی به شدت افسرده شد. سعی کرد خودشو وقف دیگران کنه و کارهای معنوی انجام بده و از خانواده‌اش هم خواست که همین کار رو انجام بدن، اما سونیا مخالفت کرد. کار به جاهای باریک کشیده شد و تولستوی تصمیم به ترک خونه گرفت. سونیا نامه‌ای بهش نوشت و خواست که برگرده، اما اون این رو نمیخواست. آخرش تولستوی وقتی فوت شد، سونیا گفت که من اون رو کشتم. این زوج با رفتارهایی که نسبت به هم داشتن، خودشیفتگی‌های هم رو آشکار کردن. فقدان یا کمبود همدلی در این زندگی موج میزد. اون سوء برداشتی که با خوندن دفترچه خاطرات تولستوی شروع شد، نشون داد که اونا ضعف همدلی دارن و همدیگر رو خیلی هم درک نمی‌کنن.
اگه اونا میفهمیدن که هر کسی نظام ارزشی خودش رو داره و این نظام ارزشی از کودکی در ناخودآگاه فرد ساخته شده و باید بدونن که همه با هم تفاوت دارن، توی این موضوع بهشون خیلی کمک میکرد. درک این قضیه در روابط به شما خیلی کمک میکنه. نمونه چهارم خودشیفته سالمه، فردی که حال دیگران رو درک میکنه. سر ارنست هنری شکلتون، کاشف بزرگ انگلیسی، با کشتی سفری برای اکتشاف جدیدش انجام میداد که کشتی بین کوههای یخی گیر کرد. این اکتشاف یعنی عبور از قاره جنوب میتونست اون رو به اوج شهرت برسونه، اما اون خودش رو مسئول جان 27 خدمه کشتی میدونست. به همین خاطر دستور ترک کشتی رو صادر کرد. اون روزی که اونا گرفتار این موقعیت بودن، شکلتون سعی کرد کاری کنه که روحیه افراد ضعیف نشه. یه خورده شوخ طبعی به خرج داد و بعدش هم یه سری وظایف برای هر کسی تعریف کرد و هر روز تغییرش میداد تا خستگی ایجاد نکنه. کار دیگه‌ای که انجام میداد این بود که با دیگران گفتگو میکرد و سخنانشون رو به دقت گوش میداد. هر کسی هم به مشکلی برمیخورد به کمکش میرفت و سعی میکرد در انجام امور یاریش بکنه. شکلتون برای هر کسی نسبت به شخصیتش یک نوع رفتار انجام میداد تا اون فرد بهتر بتونه وظایفش رو انجام بده و اون موقعیت رو تحمل بکنه. بالاخره پس از تلاش‌های بسیار، شکلتون از اون موقعیت همه رو نجات داد و اگر این روحیه همدلانه نبود، نمی‌شد که از این وضعیت به سلامت نجات پیدا کرد. کاری که شکلتون انجام داد، تقویت گروه و روحیه گروه بود و این کار رو به وسیله درک حال و ذهن دیگران و انجام اقدامات مناسب با روحیه هر فرد انجام داد. این کار رو با زبان بدن و لحن گفتارش انجام داد و روحیه خودش رو به خاطر کمک به دیگران حفظ کرد. بعدش خودشو به جای هر کسی قرار میداد تا ببینه چه کاری میتونه روحیه‌شو بهتر بکنه. اون چه موجب شد شکلتون به این میزان از همدلی برسه، ضرورت بود. اگر ما حس کنیم که بقای ما در گروه اینه که چقدر حالات و ذهنیت دیگران رو درک بکنیم، تمرکز لازم رو پیدا میکنیم و به این قدرت دست پیدا میکنیم. پس بهتره از تکگویی درونی دائمی دست برداریم و توجه عمیق‌تری به انسانها داشته باشیم. خودمونو با حالت مختلف افراد و گروهمون منطبق کنیم و بدونیم هر فرد با چه مشوقی انگیزه میگیره. سعی کنیم خودمون رو جای دیگران بگذاریم و به نظام ارزشی اونها پی ببریم. اون وقته که به دنیای رفتار غیر کلامی پی میبریم. والت وایتمن میگه از آدم زخم خورده نمیپرسم چه حالی داره، خودم رو جای یک زخم خورده میبینم. و شما هم از این نکته بسیار زیبا میتونید استفاده بکنید و خوبه که خودتون رو در بسیاری از مواقع جای دیگران بگذارید و ببینید که چقدر در درکتون از دیگران تفاوت ایجاد میتونید بکنید. خب دوستان، این اپیزود هم به پایان رسید. امیدوارم که از این اپیزود استفاده لازم رو ببرید و منتظر اپیزود بعدی از این کتاب بسیار مهم باشید. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.